سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام اینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی که کمک کنه به پیشرفت. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. چند روز گذشته بود که چند تا استوری دیدم از اشخاصی مثل سینا سایی و جیدال که درباره یک ویدیو فرهنگسازی داشتن حرف می‌زدن. ویدیو رو دیدم، خیلی باحال بود. سازنده ویدیو کسی نیست جز امیر پارسا نشاد که خیلی کانال باحالی داره، البته پیج باحالی داره و میپردازه به موضوعهای باحال و فرهنگسازی میکنه. دمش گرم، کارش خیلی درسته. خوشبختانه این ویدیوش هم نزدیک به 200K ویو خورده. حالا گفتم برای کسایی که نیستن توی اینستاگرام حتما من یه حالت ریاکت بهش درست کنم و حالا نکاتی که فکر میکنم شاید بعضی جا بهتر که اضافه شه اضافه کنم و از خوشم اجازه گرفتم. دمش گرم، اوکی بود و گفت برو واسه شو. میخوایم حالا ببینیم چیه داستان و موضوع ویدیوش هم درباره فرهنگ خرید آثار هنریه. میریم با هم ببینیم. خب با سینا سایی هم شروع شد و جیدال. سلام، لطفاً سلام. وقتی میگم خودتون تصور کنین، فکر کنین کار کنین ولی بهتون پول ندن، کاری که توش استعداد دارین، کاری که عاشقش هستین، کاری که متخصصین توش، انجام بدین ولی پولی نگیرین. این کار انجام میدین؟ نه. اگر انجام میدین فکر میکنین چه مدت؟ نهایت دو روز. نهایت دو روز، یه روز فکر کنم بیشتر نشه. واقعا اوضاع جامعه مخصوصا الان توی ایران جوریه که اگه بخوای اینجا زندگی کنی یا آینده‌ای داشته باشی قطعا باید درآمد داشته باشی، نمیتونی مجانی کار کنی. برای مربیگری حدودا اصلا انگیزه رو میکشه گذشته. چون عاشقشم بله، نه که نتونم، احساس میکنم که نباید این کارو بکنم. عشقت چی میشه؟ عشق من با عشق زندگی میکنم. که تایش یه چیزی باید در بریم پول. طبیعتاً نه، خیلی برای من چیز عجیبیه، برای اینکه این حرفه‌ایه که الان من زندگیم از این راه میگذره و مطمئنم اشخاص دیگری، مثلا من اگر چه میدونم راننده اسنپ بودم، هیچ کس به من نمیگفت خب حالا که تو که کارته بیا یه بارم ما رو مجانی ببر، اون دیگه میشه آمول منفعه. چه مثال خوبی زد. حتی 3-4 تا پونجه هزینه کردم، زمان گذاشتم و الان انتظار اینو دارم که ازش درآمد داشته باشم. دیدین که خیلی حاضر نیستن کاری رو که دقیقا، حالا نه فقط کاری که تخصص داریم، حالا مثلا یه کاری از دستمون برمیاد برای یکی دیگه، خیلی ها بدون پول انجام نمیدن، میدونی؟ و مثلا طرف میخواد اسپانسر برات پیدا کنه، خب یه درصدی باید قاعدت هم بهش بدی، نمیشه همینجوری نمیاد پیدا کنه. چرا؟ فلانی میخواد برات وام جور کنه، یه پولی باید بهش بدی. فلانی میخواد فلان کار تو را بندازه، یه پولی باید بهش بدی. میدونی از زبان اون خوبه توی کشور غریبه، یه پولی باید بهش بدی، میخواد ازت، داره یه کاری برات انجام میده و پولشو میخواد. حالا وقتشو گذاشته، زندگیشو گذاشته، با اون حال کردی، با اون زندگی کردی. دقیقا اینجوری که آقا شما برای هر چیزی باید یه بهایی پرداخت کنی دیگه، این هم اینجوریه دیگه. آهنگ خوب میخوای باید پول بدی، میدونی؟ و یعنی کار خوب میخوای باید پول بدی، اصلا یکی دیگه برات کار انجام قرار بده. یا چه میدونم، از قدیم هم از عهد بوق هم بوده مبادله کالا به کالا، که اینو میدادی اونو میگرفتی، میدونی؟ و اینکه بعضیا واقعا انتظار دارن که هنرمند بدون پول باشه و حتی بعضیا میان تو آهنگشون میگن من درک نمیکنم. برای چی میگی اینو؟ برای آینده خودت هم بده، میدونی؟ یعنی تو حاضری تا ابد مجانی کار کنی؟ نه خب، یه تو جو یه حرفی زدی دیگه و کاش این حرفا رو ما از آرتیستای نشنویم. خصوصا مجانی انجام بدن، در حالی که سالهاست خیلی‌ها دارن هنرشون رو مجانی در اختیار ما میذارن و ما هم مجانی از هنر این افراد استفاده میکنیم. من سینا سایی هستم، آشنایی در حوزه رپ و هیپ‌هاپ فعالیت میکنم. این برنامه در رابطه با فرهنگ خرید ساخته شده که دوست خوبم داره زحمتش رو میکشه. سلام، سلام جیدار. اومدیم که یکم فرهنگ سازی کنم. ده ساله که به صورت حرفه‌ای دارم رپ فارسی کار میکنم. یه چیزی خیلی برام غمگینه، اینکه هیچ جای دنیا به همچین ویدیوهای نیاز نداریم، اما تو ایران نیاز داریم و باید میان
فرهنگ خرید بخوان جا بندازن. من نمیدونم، یعنی انقدر این سخته که شما وقتی یه کاریو میخوای گوش کنی لذت ببری باید هزینه کنی. نمیفهمم واقعا اینو. یعنی میخونم و مینویسم و پخش میکنم. وقتی یادمه، یعنی از اون زمانی که هم خودم هم خانوادم متوجه این مسئله شدیم که پتانسیلشو دارم، دارم کار میکنم. ولی کاری که حالا خیلی توی اجتماع تر باشم از 13-14 سالگی، اون تایمی که به صلاح بهش میگن گولدن تایم، من صرف این مسئله کردم. ازم پرسیده شده که چه مقدار هزینه کردی؟ بسیار بسیار هزینه کردم، چه من چه همکاران دیگه، شاید 30% هم برنگشته. 30% به زور، یعنی با دعا و زور و تلاش. خب من خیلی هزینه کردم واقعا که بتونم به این جایی که هستم برسم. از خیلی چیزا تو زندگی گذشتیم تا این جایگاهی که الان داریم رو به دست بیاریم. جز حالا هزینه و وقت، خب وقت دادم وقتیه شغلی رو پیش میگه که آرتیست بودن هم برای شغله همه وقتتون میگیره تقریبا. اول سیناسایی یه چیز باحالی گفتش، گفت عمرمون رو گذاشتیم تو این کار. آره دیگه، واقعا عمر و جوانیمون رو تو این کار گذاشتیم. عمر و جون و خون و عرق و عشق و هر چی که بکنیم چون دوست داریم. خب عشق داریم. به نظر من این دروغه که من بگم که هیچ چیش بر نگشته. به هر حال یه بازدهی برای من داشته که باعث شده امروز اینجا باشم. 100% با خیال راحت میتونم بگم که خیلی کمتر از اون چیزی که انرژی و وقت گذاشتم و هزینه کردم به هم برگشته. بابا الان هر جای دنیا بودن اینا، به جز حالا بعضی از کشورهای خیلی ضعیف که نون و آب و اینا هم ندارن، الان 5-6 لامبورگینی و اینا داشتن. و حالا این حجم از هواداره و این داستانه که دارن. ولی خب نه خیلی، من چون دوست داشتم همیشه مستقل باشم از 17 سالگی شروع به تدریس کردم، ولی همچنان درآمدم از هنرم تدریسه. اصلا تو کشور ما این قضیه رو شغل نمیدونن، کار هنری به صورت حرفه نگاه نمی کنن. یعنی خوانندگی اگه شد شغل، رقص بودن اگه شد شغل، مثلا رپر مگه شغل میشه؟ آره داداش اینا شغلای خیلی پردرآمدی هم هستش. دقیقاً دیگه، الان این حرفی رو که زد جیدال، شغل آقا تو از یکی میری قصاب گوشت میگیری، از یکی هم آرتیست میری، حالا چه میدونم یه تابلو میخری، یه آهنگ میخری، یه هرچی، حالا یه چه میدونم یه چیز اصلا منبت کاری شده میگیری و این داستانا. و خب شغلشه و شما نمیتونی مثلا انتظارش بشی من میرم تو قصابی گوشت میگیرم میام بیرون و حالا اگه خواستم حمایتش میکنم، میدونی، یا میرم کفش میخرم اگه خواستم، یا مثلا بگی آقا یه حمایتی بکن ما رو دیگه. نه مگه داریم؟ مثلا بعضی ها میگن ما مثلا پول نداریم. آقا خب مگه میشه کسی که پول نداره میتونه بری توی سوپرمارکت با این بهونه که پول ندارم مثلا خرید کنی بیای بیرون، وسیله برداری بیای بیرون؟ نمیشه که، اینم این همونه. و داستان اینجاست که آقا شغل اگه اینا نباشن، اگه آهنگ تولید نکنه، اگه تابلو تولید نکنه، فلان فلان فلان، تو اونا رو کجا میخوای بیاری؟ اگه کسی نباشه که شغلش نقاشی نباشه، تو نقاشی از کجا، تابلو از کجا میخوای بیاری بزنی تو خونت خوشگل کنی؟ میدونی آهنگ نباشه تو مهمونیت میخوای چی بذاری؟ و خب خیلی از این پارتی ها و این داستان ها هم آهنگا دارن بهشون شکل میدن. تو خیلی دیدی یه مهمونی میری آهنگ خوب نی اصلا بهت نمیچسبه، میدونی؟ یا مثلا این تولد میری اصلا آهنگ باحالی نمیتونی بیاری وسط، میدونی؟ و خب اون خوبه که میاد و میدونی یارو داره برش وقت میذاره، تجسم میکنه مثلا تو پارتی تو چی نیاز داری، تو فلان جا اینو 10 بار میذاره گوش میده فلان، حالا تکنیکایی که یاد گرفته، پول آهنگساز، پول استودیو، پول پخش، اینا. حالا اینا که خیلی بزرگ میشن شاید اینا کمتر داشته باشن، ولی باز پول طراح کاور، این داستان ها و اینا رو یه مجموعه بهت میده که حالا تو تنهایی گوش میدی، افسرده گوش میدی، عشقت گذشته رفته گوش میدی، گریه میکنی و خیلی سا اینجوری. پس اون شغلش اگه اون نباشه میخوای چیکار کنی؟ یه جاده طولانی داری میری، حوصله داره سر میره، کار نمیتونی بکنی، چیکار میکنی؟ آهنگ گوش میدی، آهنگ گوش میدی. پس اون داره چیکار میکنه؟ داره لحظات تو رو آسونتر میکنه، داره حسهای مختلف به تو میده، لذت به تو میده، باهات رفیق میشه، تو دردت شریک میشه، باهاش عشق ریختی و اینا. و میدونی حالا این فقط برای آهنگسازا نیست، برای کسی که کار تولید محتوای ویدیویی هم میکنن هست. و حالا بریم، من زیاد حرف زدم، دفعه بعد بقیهش میگم. آرتیستای ایرانی خیلی بیشتر از این، همه نفرم من همه خیلی بیشتر از این چیزی که الان هستش هست.
دلیلش هم خیلی ساده است که ما نمیتونیم به صورت رسمی آهنگامون رو توی کشور خودمون بفروشیم، جایی که بیشترین مخاطب رو داریم. دو، نمیتونیم اونجا کنسرت بذاریم و کلا کنسرت گذاشتن یه ذره کار سختیه واسه آرتیست‌ها. مخاطب چه کاری کنی که شما خوشحال تر شی؟ اینجا جای فرهنگسازیه و من باید بگم مخاطبای عزیزم، اگر هنرمند گذاشت کارو برای فروش، لطف بکنید که بخرید، تهیه بکنید. اگر گذاشت رو پلتفرم های رسمی مثل اسپاتیفای، مثل یوتیوب و و و امثال هم، لطف بکنید که از اونجا کارو بشنوید و تماشا کنید. واقعا ما درخواستمون اینه که شما برید اونجا و یا اصلا خرید کنید از اون چیزی که برای شما ساختیم و یعنی از همون درگاهی که پخش میکنیم. باعث میشه که آرتیست ها دچار رقابتی با هم بشن و به همون کسی در کیفیت بهتری بدن. حالا این پلتفرم میتونه اسپاتیفای باشه، میتونه اپل میوزیک باشه. اگه میگیم برین از اسپاتیفای گوش بدین، برین از اسپاتیفای گوش بدین واقعا. اگه میگیم برین از یوتیوب گوش بدین، رو یوتیوب ببینین ویدیو رو، این کارو حتما از یوتیوب انجام بدین. از شبکه‌هایی که مثل تلگرام و اینا هستش و رایگان پخش میشه استفاده نکنید. دقیقاً. آقا اصلا این کانال تلگرام کین چین یعنی چی؟ میان مثلا ویدیو ماهارم میذارن. من رفته بودم با یکی صحبت میکنم، آقا چرا میذاری؟ گفت تو باید پولم به من بدی، کانال تو از صفر با آهنگای آرتیستا، اونم فقط با یه شیر کردن، یه دکمه میزنی زیرش یه هشتگ میزنی مینویسی آهنگ جدید فلانی، اووردی بالا، از همه چی اون استفاده کردی، از دوزی استفاده کردی، بعد پول بدن داداش. هر جای دنیا این اتفاق بیفته اصلا اون کسی که داره این کار رو میکنه دادگاهی میشه، بعد غرامت بده و و و و بعد اینجا تو ایران مثلا نه تو آقا نظر هر کی پیدا شده کانال زده، هر کی پیدا شده. و یه چیز بدی که هست، خب ملت ما خیلی سیارو ساده دوست دارن. ببین مثلا ماها داریم ویدیو درست میکنیم، خیلی های دیگه هستن تو یوتیوب زندگیشونه طرف داره روزی یه ویدیو میذاره، مثلا آریا کوکسر میدونی. و حالا بماند که خود یوتیوب بعضی بخشا داره که شما میری پول میدی برای سابسکرایبت، قسمت های خاص داره و دونیت و این داستانا که تو خارج خیلی جا افتاده، تو ایران هم خدا رو شکر تو بعضی جا افتاده. ولی باز من میبینم بعضیا میگن آقا چرا تبلیغ میذاری، چرا بیشتر از دو تا تبلیغ میذاری؟ یعنی حالا تبلیغ ها حالا ما استاندارد میذاریم، طرف میاد اینو میگه، میگه آقا پدرمون در اومد 4 تا تبلیغ دیدیم. تبلیغ ها نهایت 15 ثانیه ان، مثلا 4 تاش میشه چقدر؟ بگی 1 دقیقه. یعنی کاری که من روزانه دارم برات وقت میذارم، ضبط، ادیت، حالا بگردی سورس‌ها رو پیدا کنی، محتوا رو پیدا کنی، چی بود اینا رو بگردی دنبالش پیدا کنی، جمع‌بندی، یه ویدیو آپلود، هزینه اینترنتش، کاورش، فلان فلان فلان، اینا ارزش نداره شما 1 دقیقه ببینی و بعد انتظار دارن مثلا بک‌گراند و عوض. حالا ما تا جایی که درآوردیم، حالا دارم از دید خودم میگم، خب بقیه هم 100% اینو چشیدن، بک‌گراند رو عوض کن، فلان کن، اینو بیسار کن، اونو بهتر کن. خب برای عوض کردن بک‌گراند من باید بهتر پول دارم دیگه، باید خوب پول دارم که بتونم آقا مثلا یه استودیو بگیرم، واقعا میخوام کار انجام بدم. ولی وقتی اونقدر نمیاد، بعد میگن چرا میذاری؟ الان مثلا این دوربینی که من گرفتم هزینه زیاده، با همین تبلیغا میاد دیگه، دمشون گرم، خیلیا دیدن، دمشون گرم، خیلیا 2-3 بار دیدن، حمایت کردن، انرژی دادن. ولی اون دسته‌ای که اینو میگید، اون وقت خب اگه حاضر نیستی 1 دقیقه روی هم تبلیغ ببینی، انتظار ویدیو خوبم نداشته باش. میدونی؟ نمیشه که همه انتظار از شما طرف بیاد تبلیغ نذاره، کارشو نفروشه، فلان، بعد بگی اه چقدر کارش بد بود. یعنی چی؟ میدونی؟ این خیلی بهتر که جا بیفته و همه چی یه هزینه‌ای داره، وقت، زمان، بیسار، هزار تا چیز دیگه، درک کنن اونایی که اینو درک نمی‌کنن. و مثلا چه میدونم، نمیدونم دیگه آقا، بعد شما میدونی مثلا شما یه فیلم خوب میخوای تو خارج ببینی، بعد پول بدی، مثلا ایران نیست شما بری یکی کپی تازه اونم کپی میکنه، کپی کرده دزدیده، بعد پول میدی بهش میگیری. میدونی فیلم خوب میخوای ببینی بعد پول بدی، بری سینما پول بدی، نتفلیکس پول بدی، پول بعد بدی، سریال میخوای ببینی پول بعد بدی، شبکه‌های کابلی دارن تو آمریکا شما پول میدی و این داستانا، بعد پول بدی برام. و خب همون میشه که میبینی هالیوود اونجوریه، هزینه بیشتر میکنه، در برابرش در میاره، میدونی. ولی خب تو ایران همه چی مجانی، ویدیو خوب میخواد پول نده، مثلا اومده روی یوتیوب سرچ میکنه دوتا تبلیغ نبینه، میدونی. و این زشته واقعا. اگه ویدیو بهتر میخوای، اگه آهنگ بهتر میخوای، اگه همکاری های بین المللی میخوای، اینا باید حمایت کنی. حمایت حالا به این لفظ که، چون حمایت یعنی که آقا مثلا یکی از صفر مثلا شما بیاری بالا، مثلا دستشو بگیری کمکش کنی، نه، حمایت از حقش کنی.
منظور ما این از حمایت، بری کارشو گوش بدی تو اسپاتیفایش، بری کارشو بخری اینا که اون انرژی بگیره، کار بهتر بکنه، از اون پولی که در میاره بتونه فیت بین المللی بده، میدونی اینجوری انقدر خودش خوب باشه، خوش بسته باشه که بتونه حمایت بکنه از یه آرتیست جوون. الان یه آرتیست ما به چه دلیلی بعد از یه آرتیستی حمایت کنه؟ چرا؟ پول که تو این کار نیست زیاد اونجوری، خودش هم که از صفر اومده، هیچی به هیچی، یکی دیگر چرا باید کمک کنه؟ چرا؟ میدونی؟ پس همه اینا یه چیزی در آخر درست میکنه که به نفع خودته، میدونی؟ به نفع تویی که کارو میری میخری. و اینجوری هم نیست که شما بگی ما باید همه کارا رو بخریم مثلا 200 تا رپ کنن، نه، شما باید یه سری رپ کنه مورد علاقه داشته باشی اونا رو بخری کاراشو. خط فکریت یکیه، فازشو دوست داری، با رایما شال میکنی، هرچی موضوعاشو دوست داری، هر چیزی اونا رو میخری. تو دنیا هم همینجوری، همه رو بخری که میری دوتا مثلا دموشو گوش میدی، حال نکردی نمیخری، نه بعد همه رو خرید، همه رو گوش شد که 200 تا رپ کن، 200 تا آهنگ گوش کنی که نه، خوباشو گوش میدی، لذت میبری. الان چون تو ایران مجانیه، همه رو گوش میدن، همه هم یا آقا یا آهنگش فلانه یا آهنگش، میدونی. ولی وقتی اینجوری باشه نه، ارزش داره کاره، گوش میدی، دوستشی دنبالش میکنی، از اسپاتیفای گوش میدی، باحال بود میخری. حالا برسه روزی که ترکار ما بتونیم هر زمان که خواستیم بخریم. مثلا الان یه وقت دو هفته ای داری، شاید خیلی ها نرسن به اون دو هفته، سه هفته، یک ماه که کارو بخرن، ولی خب میرسیم بهش به خیلی زود مطمئنم. و حمایت های شما همش، باز گفتم حمایت، این لفظ غلطه، درست کار انجام دادن شما به خودتون برمیگرده. کار درست گوش میدی، درست تهیه میکنی، از اون برم کار بهتر میشنوی، میدونی، درست همه چی میره جلو. بریم بقیهش. اینجوری باعث میشه که ما خوشحالتر بشیم، انرژی بیشتری بگیریم، دقیقا. و بتونیم حس بهتری برای شما تولید کنیم. مخلص شما هم هستم، سینا سایی هستم عزیز، سینا سایی یادت نره. هر موقع احساس تنهایی میکنیم، هر موقع ناراحتیم، شادیم، ناامیدیم، تو راهیم، تو فکریم، موزیک گوش میدیم. هر روز و هر هفته ساعت ها موزیک گوش میدیم، با خواننده میخونیم، میرقصیم، گریه میکنیم، میخندیم، ولی هیچ وقت بابت تمام این حالایی که از خواننده گرفتیم بهایی پرداخت نکردیم. معمولا صبر میکنیم که موزیکش بیاد که بتونیم دانلود بکنیم، و همین طرز فکر باعث میشه که خواننده فکر کنن که توی هنر خوب نیست، همین باعث میشه که نذارن بچه‌شون بره سمت هنر. دقیقاً در حالی که هست، اگر من و خیلی دیگه بابت هنری که داریم مصرف میکنیم هزینه بکنیم، توی هنر هم پول هست. هر چیز خوبی یک بهایی داره. بدن خوب میخوای، بعد ورزش کنی فلان، بدن سالم میخوای، بعد از خیلی از غذاها بگذری، بیسار بهمان، فوتبالیست خوب میخوای بشی فلان، میدونی، آهنگ خوب میخوای بشنوی اینه، غذای خوب میخوای بخوری، بعد رستوران بهتر بری، پول بیشتر بدی، هر چیزی یه بهایی داره. و پیشرفت تمام رپ، تمام موزیک، تمام هنرمندا به مخاطبین ربط داره. یه تیم فوتبالی که تماشاگرش خوبن، دیدین تو زمین خودشون چقدر خوب بازی میکنن، ممکنه یه تیم حتی مثلا خیلی پایینی باشه، دیدین دیگه از این شگفتیا. چرا؟ انرژی اونا، حمایت اونا، میدونی، انرژی میده، مضاعف میکشتش جلو. طرف نشسته تو خونه میگه چرا آهنگ بدم بابا فلان که چی، بعد میفروشه میبینه واه، ویوشو میبینه میگه واه، سری میره رو کار بعدی، میدونی. الان چرا مثلا هیچ کس 9 سال آلبوم نمیده؟ بده که چی، همین که بعد 9 سال میده دمش گرم، همین که همینم داد دمش گرم، میدونی، برای چی بعد مثلا تون تون کار میگه چی، درسشو داره میخونه، زندگیشو داره، اون یکی بعد مثلا پوله چه میدونم هزینه زندگی خودشو بچهش هست، خب بیاد 24 پای موزیک داش. ولی وقتی اینجوری پیش ببری، اونم 24 میاد رو موزیک، از استودیو دیگه بیرون نمیاد، میدونی، کارش رو میکنه پورتونت پشت هم میره، بروستر میشه، میدونی. پس یادتون نره کار درست رو شما کنی، همون کارمای دیگه برمیگرده، با همه چی برمیگرده به خودتون. قدیما که همرساز هم ممنوع بود، موزیک گوش دادن هم ممنوع بود، آره مردم همه کار میکردن که موزیک گوش بکنن، کپی میکردن که صدای خواننده ها شنیده بشه، اون موقع اوکی بود، ولی الان اوضاع فرق کرده، الان خواننده ها دارن کارشون واسه فروش میذارن. اگر توانیشو داریم که بخریم، بخریم، اگر توانیشو نداریم میتونیم از پلتفرمایی مثل اسپاتیفای، یوتیوب گوش بکنیم. دقیقاً بتونیم بهای اون هنری که داریم مصرف میکنیم و بپردازیم. باید از خودمون شروع بکنیم که هم هنر بمونه و هم هنرمند بخونه. دمتون گرم. ایول. خب واقعا محتوای شیرین و لذت بخشی بود. و خب عجیبیش اینه که تو ایران هنوز بعد این چیزا گفته شه، اما دمشون گرم، محتوا اینجوری خوبه. شما خیلی از واینرا رو ببین، اومدن و کافه زدن، لامبورگینی خریدن، فلان فلان،
ولی رپ کنامون که تأثیرشون 10 برابر اونا بود، نه فقط رپ کنام، خیلی هنرمندای دیگه 10 برابر اونا بود، هنرشون 10 برابر اونا بود، خیلیشون به اینجا نرسیدن. چرا؟ برای اینکه مظلوم واقع می شدن، برای اینکه کارشون دزدی می شد، برای اینکه هر کی پیدا میشه فکر میکنه که میتونه اون کارو شیر کنه و رسانه باشه و داستان شد این. و خیلی غمگینه، خیلی غمگینه که این هنوز اونجوری جا نیفتاده، بهتر شده. دم تمام کسایی که این کارو درست انجام میدن گرم و مطمئن باشید که یه روزی میرسه که شما افتخار میکنید به اینکه موزیکایی رو خریدید و حمایت کردید تو اسپاتیفای و این ور اون ور. میگم البته لفظ حمایت غلطه، ولی خب دیگه جا افتاده و رفتید جای درستش گوش دادید و اینا، همه به خودتون برمیگرده، میبینید که یه رپ خیلی خفن تر از سالهای قبل داریم، هیچ کس رو بیشتر میبینیم، 100% پیش رو یعنی همه نسل یکی ها رو بیشتر میبینیم، میدونی همه خوبامون رو بیشتر میبینیم، رپ کنهای جدید بهتر میبینیم، همکاری های خفن تر میبینیم و همه اینا از یه همون 3000 تومانی که شما یه ترک رو میخری یا 5000 تومانی که آلبوم میخری شروع میشه. یا نه اینکه فیلتر شکن تو روشن میکنی، میری تو اسپاتیفای، میری تو یوتیوب گوش میدی میبینی، همه از اینجا شروع میشه. و تشم که دیگه همین دیگه، خیلی مستند قشنگی بود، حالا مستند کوتاهی بود اما خیلی قشنگ بود، خیلی محتوا خوبی بود، این محتوا رو نیاز داریم. دمش گرم، خسته نباشه. گفتم لینک اینستاگرامش توی دیسکریپشن هست، میتونید برید ببینید. بقیه لینک های ما هم هست. جدیدن توی تلگرام هم فعالیت ها رو عوض کردیم، میتونید اونجا هم سر بزنید. کارها تماما با لینک هایی که خود آرتیست میگه گذاشته میشه، یعنی اگه از اسپاتیفای میاد اسپاتیفایشو میذاریم، اگه از ساندکلاود ساندکلاودشو میذاریم، یوتیوب یوتیوبشو میذاریم. و اگه تو تلگرام ما عضو باشید خیالتون راحته که کارو از همونجا که خود آرتیست خواسته میشنوید. کاری هم که خود آرتیست از تلگرامش پخش کنه فقط ازش اجازه میگیریم، میپرسیم، اگه اوکی باشه فوروارد میشه توی چنل که شما هم میتونید از چنل گوش کنید، هم برید توی چنل خودش. و یعنی هر کاری که از چنلش پخش نشه رو اسپاتیفای و یوتیوب و ساند کلاود و اینا باشه، اپل میوزیک و اینا، اونجا قرار میگیره. لینک خریدای هر آهنگی که میاد برای پیش فروش گذاشته میشه، از بچهای زیر زمین تا بقیه همه رو قرار میدیم. بعضی از حواشی هم که جالبن فانن هم میذاریم. پس حتما عضو شید توی کانال تلگرام، لینکش توی دیسکریپشنه. دیسکریپشن کجا؟ توضیحات ویدیو میرید یکم پایین‌تر، یه دکمه داره میزنید سیمور، میاد میبینید که کلی لینک و کلی چیزای باحاله، میرید اونجا لذتشو میبرید دیگه و خیالتون راحتی که همون منبعی که آرتیست میگه ما بهتون معرفی میکنیم. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. دم امیر پارسا عزیز گرم، دم سینوسای گرم، جیدال گرم و همه کسایی که دارن کمک میکنن که این فرنگ بیشتر جا بیفته گرم. دم همه کسایی که میخرن گرم. دم همه کسایی که از اسپاتیفای گوش میدن گرم و از جای درست گوش میدن گرم. دمتون کلی گرم. امیدوارم که حالتون همیشه توپ خوب عالی بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی سیون.